کامنت یا پیغام وبلاگی از این شخص پرسیدم چرا عکس ها رو به غلط نمایش داده، بعد از 2 روز اینطور جواب داد: من جواب شما وطن فروشای متاجر چماق به دست رو نمیدم و به هیچ کس هم مربوط نیست که من به کجا وصلم. به این وبلاگ هم دقت کنید. این وبلاگ رو یکی از هموطنانمون معرفی کرده و خواسته تفاوت‌های این دو عکس رو برای شما فاش کنیم. صاحب این وبلاگ مدعیه که این عکس مربوط به تجمع طرفداران یک کاندیدای خاص با رنگ سبز در مصلای تهران و در تاریخ 9 دی هفته گذشته است. عکس رئیس جمهور رو برداشتم، کامل با فتوشاپ عوض کردم و عکس یکی از کشته شدگان حوادث اخیر رو جای عکس رئیس جمهور گذاشتن. این عکس دوربری میکنیم. حالا من چون با صورت بالا دارم انجام میدم، یکم دقتمون کمتر میشه، ولی خب برای اینکه بخوان چیز کنن دقت بیشتری انجام میدن که مخاطب در نگاه اول متوجه نشه. این عکس کامل از اینجا قشنگ دوربری میکنم و میارم میذارم روی این عکس. یکی دیگه از نکاتی که بعدشان دستکاری کردن این بوده که دستبند که روی دست این شخص بوده دستبند پرچم ایران بوده و اومدن با فتوشاپ کامل رنگش رو سبز کردن که اصلا پرچم ایران از بین بردن، که اصل عکس مشاهده میکنید متوجه میشید که با فتوشاپ چقدر عوض شده. یکی دیگه از عکسایی که توی وبلاگ ها استفاده کردن این عکس که منبع این عکس پیدا کردیم و این عکس اصلا مربوط به رزمایش امنیت و اقتدار استان اصفهان بوده، بعدش این عکس رو کلاب کردن به این ترتیب و چسبوندن عکس رو به عنوان عکس های اختشاشات تهران روی وبلاگ ها و سایت هاشون کار کردن. نگاه کنید انقدر حرفه این عکس رو کار کردن. من این عکس خامش رو پیدا کردم که توی وبلاگ عکسی که استفاده شده بود این عکس بود که انقدر مثلا به طور حرفه‌ای نیروهای پلیس و پشت این افرادی که دارن فرار میکنن گذاشتن که شاید این مخاطب معمولی متوجه نشه. این یکی عکس که باز برداشتن از یکی از منورین رزمایشی که خارج از شهر در ماه گذشته انجام شده، عکسی یه نظامی رو با سلاحش دوربری کردن و تو این عکس قرار دادن. که این عکس نگاه کنید اصلا مال ایران نیست، اینا همچین پوششی نداره. بعدش هم مثلا کراپ کردن پارو دوربری کردن، بعدش این عکسی کردم مثلا جزء عکس اختشاشات ایران گذاشتم تو وبلاگ. تو این عکس هم که در نوع خوش جالبه اومدم با استفاده از تطبیق دو تا عکس که یکی حمله چند نفر اختشاشگر رو نشون میده و بعدی هم مواد مانور نمایشی در تهران بوده. این مانور نمایشی مواد به تعمیر گرگانگیری است که اومدن این عکس رو با ابداع کردم و در فتوشاپ دوربری کردم و در این عکس قرار دادم به اسم درگیری تهران. میام اینو از این عکس جدا میکنم به راحتی، میام میذارمش مثلا داخل اختشاشات که با کوچیک و بزرگ کردنش این عکس مثلا قشنگ جایگزین میکنن با فیلترهایی که فتوشاپ داره، حالتی اینو برای این عکس درست میکنن که قشنگ مثلا مخاطب در یه نگاه میکنه متوجه نشه که این عکس ساختگیه. چند ماه پیش بود که سنای آمریکا با تصویب طرحی 55 میلیون دلار به فعالیت ضد نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد که بخش عظیم این بودجه مربوط به فعالیت‌های سایبری و اینترنتی و وبلاگی است.